پیروزی پرگل پرتغال مقابل ترکیه، حالا سلسله اروپا در حد یک مدعی قهرمانی ظاهر شد. بازی مطابق انتظار با حملات پرتغال آغاز شد و جدیترین حمله شون دقیقه 2 شکل گرفت. حمله زود هنگام پرتغال، پاس برناردو سیلوا از سمت چپ و ضربه والی کریستیانو که بایندیر توپ رو راحت مهار کرد و دروازه ترکیه در این لحظه باز نشد. در ادامه دقیقه 6 موقعیتی عالی برای آکتور کوغلو در دهانه دروازه فراهم شد اما ضربه‌اش رو نتونست وارد دروازه پرتغال کنه و بازی 0-0 باقی موند. اما در ادامه بازی دقیقه 21 دروازه ترکیه باز شد. پاس رافائل لیاو برای نونو مندس، پاس کاتفک اون به مدافع خورد و جلوی پای برناردو سیلوا قرار گرفت و اون هم با ضربه پای چپ خودش دروازه بایندیر رو باز کرد و حساب کار رو 1-0 به نفع پرتغال کرد. 7 دقیقه بعد نوبت به گل دوم رسید. پاس ژائو کانسلو اشتباه بود و به رونالدو نرسید و مدافع این تیم، مدافع ترکیه یعنی سامت آکایدین، به اشتباه دروازه ترکیه رو باز کرد و گل به خودی رو به نام خودش زد و زننده گل دوم پرتغال سامت آکایدین لقب گرفت. در ادامه بازی دقیقه 36 باز هم پاس برناردو سیلوا و ضربه کریستیانو که در عرض حرکت کرد و توپش با اختلاف نسبتاً زیاد از بالای دروازه ترکیه به بیرون رفت و در نهایت نیمه اول این بازی جذاب با برتری 2 گله پرتغال تموم شد. با شروع نیمه دوم باز هم پرتغال حمله می‌کرد و خیلی زود به گل رسید. دقیقه 56 پاس در عمق ویتینیا و فرار کریستیانو که از آفساید گذشته بود و از خود گذشتگی مثال زدنی اون و پاسی که داد و برونو فرناندز موفق شد گل سوم رو برای پرتغال به ثمر برسونه و در این لحظه یک پاس گل به نام CR7 به ثبت رسید. دقیقه 66 روی ارسال برناردو سیلوا میتونست رونالدو گلزنی کنه اما ضربه سرش بد بود و راهی به چارچوب دروازه ترکیه نداشت. در ادامه بازی هم پرتغال سعی داشت بازی رو مدیریت کنه، موقعیت‌های نصف و نیمه‌ای هم ایجاد کردن اما نتونستن بیش از این دروازه ترکیه رو باز کنن و در نهایت این بازی جذاب با برتری 3 گله پرتغال تموم شد و اومدن و یک بازی بسیار خوبی رو مقابل ترکیه ارائه دادن و خودشون رو واقعا در حد قهرمان یورو 2024 معرفی کردن. پرتغال در بازی قبلی خیلی خوب نبود مقابل جمهوری چک، یه ذره نگاه ها رو نسبت به خودش شک برانگیز کرد اما در این بازی خیلی خوب ظاهر شد و کاملا روبرتو مارتینز اشتباهات و نقاط ضعف پرتغال در بازی قبلی رو جبران کرد و یک ترکیب بی‌نقص رو روانه این بازی کرد و بسیار تونست پرتغال در این بازی خوب ظاهر بشه. اما دلیل این که رونالدو در اون صحنه پاس نداد شاید به دلیل این باشه که خواست با پاس گلی که میده و از خودگذشتگی که نشون میده اتحاد و همدلی رو در تیم ملی پرتغال برای کسب جام بیشتر کنه. CR7 با این پاس گلی که داد پاس گل‌های خودش رو در یورو به عدد 8 رسوند و مشترکاً با کارل پوبورسکی از لهستان بیشترین پاس گل در تاریخ مسابقات رو به نام خودش کرد. همونطور هم که میدونید با 14 گل زده آقای گل تاریخ مسابقات یورو و احتمالاً در ادامه هم به تعداد گل‌ها و هم به تعداد پاس گل‌هاش در این تورنمنت یورو 2024 اضافه میشه. در نهایت خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو و از این بازی لذت برده باشید و تبریک میگم به همه رونالدو فنا و کسایی که طرفدار تیم ملی پرتغال در این تورنمنت هستند. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و حتما ما رو دنبال کنید تا بازی‌های یورو 2024 رو از دست ندید. من مهدی کبیر، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.